سلام و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو آموزشی جدید. دوستان، من دو تا ویدیو در مورد کلتوف کرنز درست کرده بودم تو این اواخر و اون ویدیو یکیش در مورد آموزش برگردون اکانتمون بود اگه اکانتمون هک شده یا گم شده، و دومین ویدیو در مورد فکر کنم چجوری دیوایس رو عوض کنم، مثلا اگه اکانتت روی این گوشیه چجوری روی گوشی جدیدت انتقالش بدی و روی یه جیمیل دیگه سیو کنی. خب حالا ما وارد اونا نمیشیم. من دو تا ویدیو در مورد اینا درست کرده بودم و مثل اینکه برای خیلیاتون پیش اومده که شما وقتی میخواین وارد اکانتتون شین، وارد جیمیلتون شین، متاسفانه اون کدی که قراره بگیرین توی جیمیلتون رو نمیگیرین. اون وریفیکیشن کدی که سوپرسل براتون میفرسته رو شما نمیگیرین و آره نمیدونین الان چیکار کنین. خیلیاتون من پیام داده بودین در مورد این موضوع توی تلگرام و توی اینستاگرام هم از من پرسیده بودین، همچنین تو کامنت ها. اگه سوال های دیگه اینجوری دارین، اینجا اینستاگرام من میاد، اینجا تلگرام من میاد، یا اینجا یه جای صفحه میاد و سوالاتون رو لطفاً از اونجا بپرسین یا از قسمت کامنت ها که شاید راحت ترین باشه. خب قبل اینکه آموزش شروع شه یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنین اگر سابسکرایب نکردین، اون زنگوله بغلش هم به صدا در بیارین تا من هر وقت یه ویدیو جدید میذارم از دست ندین و بریم که آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، من الان وارد کلش آف کرنز میشم و مرحله به مرحله اینجا بهتون توضیح میدم که قشنگ متوجه شین. برای مثال من اینجا میخوام وارد یکی از اکانتایشم که توی این موبایلم ندارم. خب همون کاری که دقیقا شما انجام میدین. خب ما کانتینیو رو میزنیم و اینجا از ما یه ایمیل میخواد، همون ایمیلی که اکانت کلش آف کرنز ما روش سیوه و میخوایم انتقالش بدیم توی این گوشی رو باید اینجا وارد کنیم. من اون رو وارد میکنم و دوستان دقیقا همین جایی که به جیمیل ما یه کدی میاد و این کد وریفیکیشن سوپرسل رو خیلی از شماها نمیگیرین، یعنی میگیرین ولی نمیدونین از کجا پیداش کنین که بخاطر همون از من سوال پرسیدین. و آره دوستان، ما وقتی به این لول میرسیم و این کد هیچ کدی نمیگیریم، یعنی پیدا نمیکنیم، خب ما الان برمیگردیم میریم روی صفحه اصلی گوشیمون و برنامه جیمیل رو باز میکنیم. خب برنامه جیمیل رو باز میکنیم و آره میبینیم اینجا من کد سوپرسل رو گرفتم. خیلیاتون این کدی که این بالا تو قسمت پرایمری تو این باکس تو پرایمری اون جیمیلتون میاد رو شما این کد رو نمیگیرین. خب حالا اینجا چیکار کنیم این کد رو نگیریم؟ خب شما میایین میذارین روی این سه تا نقطه اون بالا دست چپ دیگه، آره این دست چپ میرین اون بالا میذارین و توی این قسمت دوستان میبینین نوشته all mails. خب پایینش یه چیزی به اسم اسپم هستش، یه گزینه به اسم اسپم بالای همین سطل آشغاله. من اینجا راحت تر میگم چون جیمیل من به زبان انگلیسی هستش و شاید برای شما به زبان فارسی باشه، به هر زبانی باشه، شما میرین تو قسمت اسپم، یعنی همون گزینه بالای سطل آشغال. یه بار که بزنین رو اون دوستان 100% اون اون کدی که به کلش آف کرنز شما آمده اینجا تو قسمت اسپم براتون فرستاده شده. ولی آره دیگه یادتون باشه که این چیزی که تو اسپمتون میاد فقط برای 30 روزه، یعنی تا 30 روز اگه تو اسپم رو چک نکنین، اون کد رو نگاه نکنین، اون کد از بین میره و بعد دوباره درخواست بفرستین. پس شد، میریم تو قسمت جیمیل روی اون سمت چپ سه تا خط بالا گزینه اسپم رو پیدا میکنیم، پایین all mails بالای اون گزینه سطل آشغال. اونجا که بریم میتونیم کلش بعضی موقع واقعا حرف زدن برام سخت میشه. میریم بعد گزینه کلش آف کرنز رو پیدا میکنیم و اونجا 100% کد براتون اومده. دوستان این اتفاق برای منم خیلی تا حالا افتاده، میدونم درکتون میکنم و اینکه آره خلاصه باید از جای اسپم پیدا کنین. اگه از چی اسپم پیدا نکردین اون موقع باید به سوپرسل حتما یه مسیج بدین. اگه بلد نیستین به سوپرسل مسیج بدین، برای قسمت تنظیمات این کار کنین. و خیلی اگه دقیق تر میخواین روی این لینکی که الان این بالا میاد حتما کلیک کنین، اونجا توضیح دارم چجوری به سوپرسل مسیج میدین. و آره این دوستان، ولی 90% مواقع اینجا تو قسمت اسپم میاد. الان برای من اسپم خالیه به خاطر اینکه کد رو من توی این باکس هم گرفتم و وقتی توی این باکس بگیری دیگه توی اسپم نمیگیری اون ایمیلی که توی این باکس گرفتی.
خب دوستان، این بود از این آموزش. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، یه چیزی یاد گرفته باشین. این ویدیو آموزشی هم البته یه جورایی چیش همینه دیگه، معنیش همینه که من به شما چیزایی که بلدم اون سعی کنم به بقیه هم آموزش بدم، یاد بدم، که شما هم اگه تو اون هچلای من افتادین بتونین خودتون رو بیرون بکشین. اگه ویدیوهای دیگه منو ندیدین حتما اونا رو هم تماشا کنین دوستان، لینکشون رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم، از جمله ولاگ ها، ویدیو آموزشی که خیلی زیاد هستن و ویدیو گیمینگ اگه به گیم علاقه دارین اونا رو هم نگاه کنین. و فکر کنم حرف بیشتری نباشه و این بود از این ویدیو دوستان. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه. And we'll grow in number, fuel.